خب یکی از دلایلی که در زراعت زمین ها بایوازی گندم دیگه چیز کاشتن بعد بخصوص بعد از اینکه طالبا به قدرت رسیدن ایسته که کشت خشخاش یا تریاک یعنی که از تریاک حاصل میشه در حدود 29% سهم زراعت 29% 30% از این از سهم خشخاش هست یعنی تولید ناخالص داخلی از مدرک کشت کوکنار که از او تریاک تولید میشه 29% است یعنی زارین افغانستان 29% عواید چون از مدرک تریاک حاصل میشه و این نشان میده که در بعد از به قدرت رسیدن طالبا تولید خود خشخاش نظر به قبل از زمان طالبا پایین افتاده در حدود 10% اما باز هم در مجموع سهم بسیار بزرگی در عواید ملی افغانستان داره به این شکل که طالبا میگن ما منع کردیم تولید خشخاش و تریاک این بشعار میمونه چون این مدرک بسیار بزرگ عایداتی زاری است برای خود مقامات طالب است کوکنار کاشته شود کوکنار البته کلمه درستش کوکنار است که از کوکنار خشخاش حاصل میشه قیمت فی کیلوگرم دیگه تریاک در 2021 این در حدود 80-90 دلار ای بعد از به قدرت رسیدن طالبا ای به 150 دلار در فی کیلوگرم رسید و امروز قیمت با وجود از ای که بعد از ای طالبا شروع کردن به بعضی شعار دادن ها و بعضی اقدامات ای پس پایین شد اما هیچ وقت از قیمت 120 دلار فی کیلوگرم پایین نام بالاخره این پس بالا رفت به قیمت که هرگز در تاریخ افغانستان به قیمت ای فروخته نمیشد به قیمت 200 دلار فی کیلوگرم تریاکی که از کشت خشخاش حاصل میشه به این حساب میبینیم عاید حاصله از مدرک تریاک در حدود 1.4 میلیارد دلار در سال 1401 یعنی در سال گذشته تولید عاید افغانستان عاید ملی افغانستان از درک تریاک 1.4 میلیارد دلار بوده این ارقام که من خدمت شما عرض کردم آخرین ارقام است که از طرف دفتر United Nations Office on Drugs and Crime نشر شده در یک نشری به نام UNDC Research Brief November 2022 یعنی دفتر اداره بررسی ادویه و جرائم ملمته یه طرف این رسمن نشر شده چونی ها در افغانستان نمایندگی داشتن بسیار به دقت زمین های زراعتی افغانستان در وقت جمهوریت یا اندازه گیری میکردن حساب میکردن که در مساحتش حتی از طریق اقمار مصنوعی امیال ای کار میکنن تمام زمین های زراعتی افغانستان یا از طریق اقمار مصنوعی فلم برداری میکنن عکس برداری میکنن و تعیین میکنن که چقدر زمین زیر کشتی کوکنار رفته به این خاطر این ارقام باید ما اعتبار کنیم سن.